خب مقصدت ایست که مرگ عیسی پوره شدن نبوت های قدیم است؟ عیسی باید میمرد؟ من ارتباطی دو گپه نمیبینم. بیان که از ابتدا سری موضوع گپ بزنیم. وقتی که خدا دنیا را خلق کرد همه چیز کامل بود. هیچ گناهی نبود، درد نبود، جگرخونی نبود، مرگ نبود. بعد شیطان آمد. شیطان نه؟ بله، شیطان آمد تا این خلقت کامل خدا را از هم بپاشد. خدا برای اولین مرد و زن یعنی آدم و حوا امر کرده بود که هیچ وقت از این درخت ممنوع نخورند. شیطان به شکل مار اونا را بازی داد و برشان گفت که از این میوه بخورند و با خوردن این میوه هر دوی اونا رقم خدا میشن. دروغ، شیطان دروغ گفت. خدا برشان اختار داده بود که اگه از این میوه درخت بخورن خواد مردن. آدم و حوا تسلیم وسوسه شدن و اراده خدا را در زندگی خود رد کردن. دفتن بر هر دویشان احساس و گناه و ترس پیدا شد و کوشش کردن که خدا از خدا پد کنن. به اطاعتی از خدا یعنی عواقب گناه خود باید می دیدن. یک دنیای پر از درد، رنج، مرگ، حملات روزانه از طرف شیطان. این هم دنیا است که ما تا امروز دو زندگی می کنیم. ولی خدا از انسان روی نگشتان، پیششان رفت و پلان خدا برشان گفت که همه چیز درست می سازد. یک روز کسی زاده خواهد شد که سر شیطان را با قدرت شیطانی او را در هم مشکنه. این متولد شده که مسیح خواهد بود دوباره صلح را خواهد آورد و رابطه خدا را با انسان احیا می کنه. بله، در اول ما فکر کردیم که عیسی اما مسیح است. معلوم می شد که او هر کار را کده می دانست. هی وقتی که او را می کشتن چرا نتانست خود نجات بده؟ اگر مسیح می بود می تانست که تمام دشمنان خود از بین ببره. یعنی طوفان نو؟ بله، مثل طوفان. طوفانی که در وقت حضرت نو علیه السلام شد کل مردم بد از بین می برد. اگر کل شریران از بین ببره پس کی زنده خواهد ماند؟ دوست من، آیا خودت بدون گناه هستی؟ من؟ شاید که موضوع سیلاب درست نفهمیده باشی. قرنا بعد از آدم و حوا دنیا بسیار فاسد شده بود، پر از شرارت و شیطانت شده بود. خدا سیلاب فرستاد تا تمام بدکارا نابود شوند. تمام کسایی که در روی زمین بود صرف فامیل نو که توسط کشتی نجات یافت. وقتی که طوفان خلاص شد خدا کمان رستم خلق کرد. تو به یاد داری که چرا؟ بله، به خاطر که نسل‌های آینده به یادشان باشه که خداوند ازشان حفاظت میکنه. درست. مگم طوفانم یک اخطار بود از طرف خداوند. خدا صبور است. ولی در نهایت صبر خدا لبریز میشه. مثل که در زمان نوح چنین شد. یک روز روز داوری خود بود. هر کس یک روز در مقابل خدا به خاطر گناه خود جواب دادنی است. حتی مردمای صادق مانند نوح علیه السلام، حتی از صادق‌ترین کس میشه که گناه سر بزنه. در ذات و فطرت هر کس این طبیعت گناه‌آلود و طغیان در مقابل خدا وجود دارد.